بسم الله الرحمن الرحیم. مبارک باشه. چطور خواسته کن؟ کی؟ تا میکنیم امروز خواستیم که در کمپ فنکس یک نوآوری برای معتادا جور بکنیم که تا بتونن دیگه هموطنان ما هم تشویق شوند که به دیگه شفاخانه ها هم بتونن کتابخانه های را ایجاد بکنن، خصوصا در بخش معتادین که در پالی که اینا تداوی از طریق دوا میشن یا تداوی دکتر سایبا برشان تداوی میکنه، اگر از طریق مطالعه اینا هم تداوی شوند بسیار رول بسیار مثبت رول بسیار خوبی داره. کتاب بر از اینا آوردم، تقریبا 3000 جلد کتاب من از خود شخصی برشان آوردم داخل شفاخانه و دیگه مؤسسات دیگه وزارتخانه هم برایشان کمک همکاری کردن و بر از اینا کتاب کمک کردن که نمیدونم تعدادش بسیار زیاد بود و کتابایی که فعلا برشان من شخصا خودم آوردیم کتابایی است که زیادتر اجتماعی است، داستانی است، کتابایی که راجع به داستان هایی که زندگی یک انسان مریض می باشه چه قسم تداوی میشه، طبابت هست و یک تعداد کتاب های ورزشی هست، یک تعداد کتاب های سواد آموزی هست که اینا بتونن درس های مکتب و در پولیش که نخواندن اگر از طریق سواد آموزی مطالعه بکنن. همین کتاب ها رو ما برشون همکاری کردیم. اینا کسایی هستن که بسیار از جامعه دور شدن، همه مردم از اینا نفرت پیدا کردن، پس ما نمیتونیم که اینا رو نادیده بگیریم. هم وطن ما هستن، ما میخواییم امراشان کمک کنیم، همکاری بکنیم، تشویقشان بکنیم که تا دوباره به زندگی آینده خود اینا مثل سابق یک شخص باشن که با فامیل خود خوشبخت زندگی بکنن، یک کسب کمال را یاد بگیرن و بتونن که یک مرحله بسیار زیقی یا بسیار سخت داره که در شفاخانه اینا تیر میکنن که چرا تاثیرات همین مواد مخدر تا هزین وجود از اینا گم میشه. ما میخواییم که از طریق مطالعه اینا را مصروف بسازیم. همی که از نام مطالعه عبیدا هست که ما میتونیم که یک راهکار یا یک آزمونی را که در مقابل مواد مخدر قرار گرفته دوستای ما کنا داخل پروسی تیاد شدن و ما میتونیم که از طریق مطالعه که ما کسایی که آگاهی داره که بیاین مطالعه کنن و یک چیزی که عدس دادن دوباره به دست بیارن.